دویومی آگوست اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان جهت اشتراک در تجلیل 25مین سالگرد روز دسانسیون تاجیک و با مقصد شناسایی از وضع بدوباش حیات شخصی بریگاد حمله‌آور دسانتی با مشقگاه حربی فخرآباد در ناحیه خراسان ولایت ختلان تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در مشقگاه حربی فخرآباد وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال پالکونیک شیرعلی میرزا استقبال گرفت. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست در حدود مشقگاه مذکور با نمونه یک قطار تکنیک های وزین معاصر حربی، سلاح و مهمات حاضر زمان جنگی و از بنا و انشاءات یاری رسان حیات شخصی این جزء نظامی شناس گردیدند. ضمن شناسایی با تکنیک های وزین جنگی افسران و متخصصان ورزیده نظامی با پرزیدنت مملکت دایر به خصلت‌نامه تاکتیکی و تکنیکی ماشین های جنگی اوراگان، ارتیلری های خودگرد، تکنیک های مخصوص مهندسی، تجهیزات گوناگون مینجویی، مینمیاد یا خود توپ های قطرشان گوناگون، سیستم وزین آتش اندازی تاز 1A، هفتماشین های مخصوص سیار که با تکنیک و تکنولوژی های معاصر حربی مجهز گردانده شدند و در حالت بحران جنگ و یا وضعیت فوق العاده به طور فوری می توانند به موضع و منطقه های معین شده انتقال یابند و رفت عملیات جنگی را اداره نمایند. اینچنین آید با ماشین های مختلف بارکش و نقلیاتی، ماشین های مخصوص زرهدار زمانوی، سلاح و مهمات حاضر زمان حربی، اسلحه گوناگون سبک جنگی و واسطه های مخصوص اشکاور و بهوش کننده که در قواه های مسلح مملکت استفاده می شوند معلوم دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی از نمایشگاه مهمات حربی وابسته به تهدید خطرهای جهان معاصر جهت سمرانک استفاده بردن و در حالت خوبی آمادگی جنگی نگاه داشتن قوه و واسطه های مخصوص نظامی، سلاح و مهمات جنگی، متخصصان ورزیده نظامی و صیقل دادن تجربه دائمی افسران و سربازان به هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت سپارش‌های مشخص دادند. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از نامپزخانه و آشخانه صحرایی که در یک گوشه دیگر مشقگاه فخرآباد به طور نمونوی تشکیل گردیده بود دیدن نمودند. آشخانه از چند انشاءات یاری رسان و کمونری برای استفاده روزمره افسران و سربازان هنگامی جنگ و در زمان آسایشته پیش بینی گردیده است. طبق اطلاع مسئولین نامپزخانه صحرایی از تجهیزات خمیرشوری و قالبگیری و از دو آتشدان عبارت بوده، متخصصان آن امکان دارند که در مدت 40 دقیقه زیاده از 100 دانه نار گرم را پخته تیار نمایند. تشکیل چنین نامپزخانه های صحرایی به افسران و سربازان امکان می‌دهد که در حالات جنگ و یا در زمان آسایشته ضمن برگزاری درس و مشغولیت های صحرایی که دور از قرارگاه قسم های نظامی دایر کرده می شوند حیات شخصی را با نان گرم تأمین نمایند. نامپزخانه های صحرایی در صورت نبودن قوه برق با سودشواری دیزلی و هیزم و انگیش نیز به کار درآورده می شوند. بغیر از نامپزخانه اینچنین در حدود آشخانه صحرایی حمامخانه سربازی، موضع های مخصوص و مجهز با دستگاه و تجهیزات جامشویی، تمیز کردن سر و لباس و جهاز خوابی حیات شخصی نیز تشکیل کرده شده بود. قابل ذکر است که در مشقگاه حربی فخرآباد تعداد معینی یک جزء بریگاد حمله‌آور دسانتی به طور دائمی نگاه داشته می شود. مشقگاه همچون مرکز تعلیمی نیز برای تیار نمودن دسانتچیان جوان استفاده می گردند. مورد ذکر است که سال 2018 به مناسبت تجلیل 25مین سالگرد تأسیس یابی قواه های مسلح جمهوری تاجیکستان با دستگیری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در حدود مشقگاه نظامی فخرآباد یک بنای مجهز نوی تعلیمی حربی مورد استفاده قرار گرفته بود. بنا از انشاءات گوناگون یاری رسان عبارت بوده
آن با خرج بیش از 11 میلیون سومانی ساخته به استفاده داده شده است. بنای دوشونا در مساحت 1260 متر مربع بنیاد گردیده برای 300 نفر حیات شخصی پیش بینی شده است و در داخل انشاءات تمام شرایط موثر تعلیمی و هم خدماتی و معیشی فراهم می باشد. آشیانه‌های یکم و دوم بنا از اتاق‌های مخصوص دستوردهندگان و اتاق‌های کاری، خوابگاه، سیمخانه‌های مجهز تعلیمی، حجره نگهداری اسلحه آتشفشان، جای لباس خوشکنی حیات شخصی، تشناب و دیگر نقطه‌های یاری‌رسان عبارت است. همزمان در پهلوی بنای مذکور آشخانه کشاد و برهوا که از یک آشخانه عبارت بوده در یک وقت برای 200 نفر پیش بینی شده است، بنیاد گردیده است. داخل آشخانه با موضع و جایهای مخصوصی تیار کردن خوراک، شستن ظرف‌ها، سیخ نگهداری و تیار کنی محصولات، جای نان تقسیم کنی و با نقطه آب تامین کنی مجهز گردانده شده است. در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری بواسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و در دایره نوسازی ارتش ملی در تمام قسم و واحدهای نظامی وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی کشور برای افسران و عسکران پایگاه‌های حاضر زمان حربی بنیاد گردیده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنگام صحبت با رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق اظهار نمودند که تشکیل چنین شرایط‌های خدماتی و معیشی نمونوی امکان می‌دهد که تمام درس و مشغولیت‌های نقشوی افسران و سربازان سر وقت و در سطح لازمه تشکیل و براه مانده شوند و از حساب خدمتچیان حربی زینه‌های گوناگون ارتش ملی محافظان حقیقی وطن آماده گردد. سرور دولت محترم امام علی رحمان بعد از شناسایی با نمونه یک قطار تکنیک‌های وزین معاصر حربی، سلاح و مهمات حاضر زمان جنگی و چند بنا و انشاءات یاری رسان حیات شخصی به مرکز برگزاری چانه‌بینی که مشق‌های مخصوص تاکتیکی و گذشت نظامی پیش‌بینی گردیده بود تشریف آوردند. با سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، کماندیر بریگاد حمله‌آور دسانتی پالکونیک عبدالمومن اسازاده که رهبری مشق‌های مخصوص تاکتیکی را بر عهده داشت، دایر به تشکیل و برگزاری چند عنصر ضد تروریستی گزارش داد. محترم سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، رفیقان افسران، جنرال ها و حاضرین گرامی، حالا شما رزویدکه فضایی هواپیمای L-39 را در بالای میدان شرطی جنگ مشاهده نمودید. همزمان با قرار قبول نموده ستاد قشنهای متحده، نیروهای دولتی بواسطه چرخبالهای می-8 و می-24 انتقال قوه و واسطه های گروه های بطالیونی تکتیکی بریگاد هفتم حمله‌آوری دیسانتی به منطقه اجرای وظیفه های جنگی صورت گرفت. مطلب عملیات دیسانتیان در این رزمایش مخصوص تکتیکی ضد تروریستی چنین است. طوری که مشاهده کردید، یک جفت هواپیمای L-39 قواهای حربی هوایی ضمن گذرانیدن رزویدکه فضایی در دامنکوهای حدود جمهوری افتماشینه و چند بینای نیم ساخته شبه‌آور را مشاهده می نماید و به ستاد قشنهای متحده نیروهای دولتی خبر می رساند. در این خصوص یا خود موجودیت تروریستان، حیات رزویدکه بطالیون حمله‌آور دیسانتی نیز به ستاد متحده خبر می دهد که در دامنکوهای حدود تاجیکستان یک گروه غیرقانونی مسلح عمل کرده در برابر انجام هدفهای غرضناک، اینچنین آنها پایگاه آماده کنی تروریستان را تشکیل نمودند. از جانب رهبری ستاد قشنهای متحده نیروهای دولتی قرار قبول کرده می شود
که به سوی موضع جایگیری پایگاه تروریستان گروه رزویدکوی بطالیان حملهآور دیسانتی فرستاده شود. اینک شما در رو برای میدان شرطی جنگ در مسافه تقریبا 300 متر حرکت افتماشین بارکش را که در آن رزویدکشیان مسلح پناه بردند به سوی موضع جایگیری پایگاه تروریستان حرکت میکنند مشاهده میکنید. در نزدیکی بنای جایگیری پایگاه آماده کنی تروریستان از طرف گروه غیرقانونی مسلح پاسگاه تشکیل کرده شده است که هیئت رزویدکشیان وظیفه دارند تا با افتماشین بارکش به آنها نزدیک شده ناگهان به تروریستان حمله نمایند. حالا شما از قسمت جناح راست میدان در پاسگاه شرطی تروریستان یا خود گروه های غیرقانونی مسلح زد و خورد رزویدکچیان را با تروریستان مشاهده می نماید. پیش از به هجوم گذشتن به پایگاه شرطی دشمن که در رو برای نقطه مشاهدوی قرار دارد، نخست سنایپرها یا خود میرگردان طبق فرمان راهبری عملیات وظیفه دار میگردند که پاسبانان را که در بالای بنا از جانب تروریستان گذاشته شدند با استفاده میلتیق میرگنی راگوناف نابود سازند. مشاهده نمودید میرگن ها پاسبانان بالای بناها را به ضرر گردانیده. برای پیشگیری از تلفات جانی هیئت شخصی برای قوه های اساسی حمله آور دیسانتی راه گشودند. همزمان انتقال هیئت شخصی دیسانتی حمله آور فضای تاکتیکی توسط چرخبال می 8 به منطقه برخورد عملیات صورت گرفته ایستاده است. بعدی آنی که حیات شخصی جزو تامهای تعیین شده موقع های خود را اشغال می نمایند، حمله دسانچیان بلاگیر تروریستان شروع می گردد. هنگام گذراندن عملیات و ضمن هجوم دسانچیان به بنا که پایگاه تروریستان شرطی را تجسم می نماید، چرخبال های حربی می 24 آنها را از فضا محافظت می نمایند. بعد گذشتن هر یک مانع جنگاور به سوی دشمنان تیر گشاده موقع جنگی خود را زود عوض می کنند. حالا شما هجوم جبهوی حیات شخصی دسانچیان را بلاگیر تروریستان مشاهده می کنید. طبق مطلب عملیات هیئت شخصی بطالیان حملهآور دیسانتی با گرفتن وظیفه جنگی تحت اشاره عقاب و با استفاده از افتماشینه های مخصوص زیرهدار لاگر جایگیری آنها را تصرف نموده تروریستان را به ضرر میگردانند. دور مشاهده نمودید قوه های اساسی مدافعی از سه جانب مشگاه با استفاده تکنیک زیرپوش چرخبال جز و تامهای پیاده نظام مسلح عملیات مدافعوی دوردار را عملی نموده افراد غیرقانونی مسلح را به ضرر گردانیدند. از روی موضوع و مطلب برگزار نمودن عملیات تکتیکی ضد تروریستی بعد حمله به تصرف پایگاه گروه های غیرقانونی مسلح از جانب رزویدکچیان به ستاد کشون های مدافع نیروهای دولتی خبر می رسد که یک گروه افراد غیرقانونی مسلح برای دستگیر و رساندن کمک به همصفان خود به سوی پایگاه تروریستان حرکت می نمایند. ضمن برخورد مسلحانه در پایگاه تروریستان چند نفر از گروه های غیرقانونی مسلح از میدان شرطی جنگ یا خود پایگاه تروریستان فرار میکنند که دسانچیان با ماشین های زیردار آنها را دنبالگیری می نمایند. سرنشین هواپیمای L-39
از فضا در دامنکهای حدود جمهوری گروههای غیرقانونی سلاح به دست را در شماره 300 نفر که به سمت محل اهالی نشین حرکت نموده علکی در تل و تپههای نزدیک به منطقه فخرآباد مسکن گرفتن مشاهده نموده به موضع جایگیر تروری تروریستان آتش شدید اویاسیونی روانه کرد. با همین ترتیب بعد ضربزنی از اویاسی جنگی و دیگر سلاح و مهمات حاضر زمان حربی جزو تامهای تعیین شده دیسانتی ضربوی قشونهای زود عملی قواهای مسلح از چند قسمت میدان شرطی جنگ به هجوم دوردار گذشته. با استفاده از تکنیکای زیرپوش جنگی، نارنجک دستی و دیگر سلاح و مهمات معاصر حربی افراد غیرقانونی مسلح را بی‌ضرر می‌گردانند. همزمان توسط چرخبال‌های می-24 نیز به سوی قطاره یا خود کلانه تروریستان گلوله اویاسیونی روانه کرده می‌شود. علاوه بر این طبق قرار قبول نموده راهبر عملیات جزو تامهای بتالیون حملهآور دیسانتی با استفاده از آتش شدید سلاح و مهمات معاصر حربی و به واسطه تکنیکای زیرپوش جنگی گروه های تروریستان را در راه حرکت نیست و نابود می نمایند. عملیات دیسانتیان اساساً از فضا با ضربه اویاسی جبهوی یا ارتشی دستگیری کرده می شود. خصوصاً چرخبال های حربی و نقلیاتی می-8 و می-24 با کمک و راهنمایی زمین و هم مستقلانه دشمن را یافته هدف آتش قرار می دهند. افضلیت چرخبال های جنگی در آن است که آنها در شرایط کوهستان می توانند از دره های تنگ کوهی عملیات کرده ناگهان از جای ضربه زنند که دشمن منتظرشان نیست. مسلم است که در نتیجه برخورد مسلحانه جانب ها البته مهمات ناترکیده خطرناک باقی می ماند. از این رو در یک و مهندسان و میناجویان با تجهیزات مخصوصی میناجویی نیز به منطقه درگیری عملیات جنگی حاضر شده حدود آن را از مینا و دیگر ماده های ترکنده تازه و بی‌ضرر می‌گردانند. همزمان متخصصان حفظ رادیاسیونی، کیمیاوی و بیولوژی نیز وابسته به سمت فعالیت خود اندازه زهرآلودچوی موضع جنگ را معین نموده منطقه را از هر گونه ماده های ضررناک به خطر می‌نمایند. از روی موضوع گویا در نتیجه مقاومت مسلحانه چند نفر از تروریستان از محاصره دیسانتیان بیرون شده با حدود دامنک های کشور فرار میکنند. برای دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن تعدادی باقی مانده تروریستان یا خود از جانب راهبر عملیات قرار قبول میگردد که در راه گریز آنها یا خود از عقبگاه دشمن شرطی توسط هواپیمای اندوی دیسانت فضای حمله‌آور فرود آورده شود. دیسانتیان بعد فرود آمدن با پاراشوت ها وظیفه دارند که گروه های ترپراکنده تروریستان را در راه گریز و موضع عملیات دستگیر و بی‌ضرر گردانند. در دوران استقلال دولتی دیسانتیان تاجیک ضمن برگزاری چندین عملیات جنگی بارها ثابت نمودند که اجرای تمام وظیفه هایی که به آنها واگذار شده است بی چون و چرا اجرا می نمایند. محترم سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، رفیقان گنرال‌ها، افسران و حاضرین گرامی، امروز به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس یابی بریگاد حمله‌آور دیسانتی ضربوی قشون‌های زود عمل قواهای مسلح، با توجه شما مهارت کسبی جزء تام‌های دیسانتی در زد و خوردهای تن به تن با اصول‌های شرقی نمایش داده می‌شود. راهبری این گروه دیسانتیان را کماندیر راته تعینات مخصوصی بتالیون حمله‌آور دیسانتی لیتنانت امید شریپوف بر عهده دارد. مفصوف بعد ختم آموزشگاه عالی حربی شهر ریازن فدراسیون روسیه همچون افسر کسبی و متخصص ساحه در هیئت جزو تام‌های دیسانتی خدمت خود را امروز در این بتالیون حمله‌آور ادامه داده ایستاده است.
اینجا مهارت کسبی یا خود آمادگی دیسانسیون را در زدخورتهای تنبتن با اصولهای شرقی میتوان بلند ارزیابی نمود. و سه استفاده بردن حمایه خیش در زدخورتهای تنبتن امروز نه تنها در حیات بریگاده حملاوری دیسانتی بلکه در اکثر قسمهای نظامی وزارت مدافع و دیگر ساختارهای قدرتی مملکت از حساب افسران و سربازان بالایاقت جزء تامها تشکیل کرده شدند که جاری نمودن اصول حمایه خیش در جنگ تبتن نتیجه دلخواه را به دست آورده است. اگرچه شماره این گونه قسمهای نظامی با چنین خدمتچیان حربی چندان زیاد نباشد هم، ولی با مهارت خوبی جنگی آنها از دیگر هیئت شخصی قسمهای نظامی خیلی پیشتر می باشند. این تجربه امکان می دهد که با تعداد کمی جزء تامها گروه های زیادی دشمن را دستگیر و بی‌ضرر نمود. جاری نمودن چنین تجربه حکمت ده عصر پیش به میان گذاشته حکیم عبدالقاسم فردوسی توسی را به یاد می آورد که گفته است پراکنده لشکر نآید به کار، 200 مرد جنگی به از 100,000. این نکته قابل توجه است که بریگاده حملاوری دیسانتی قشونهای زود عمل یکی از نیروهای احتیاطی سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جنرال ارتش محترم امام علی رحمان به حساب رفته. آن در عرصه بین المللی و منطقوی یک قطار عهده‌داری های مهم را دارا می باشد. از جمله 3 بدلیون دیسانتی از این نوع قواهای مسلح به هیئت نیروهای منطقه آسیای مرکزی و بریگاده دیسانتی آن باشد. پره به هیئت قواهای مشترکی واکنش فوری سازمان اهدامه امنیت دست جمعی شاملند. در دوران موجودیت هیئت جزء تامهای بریگاد حملاور دیسانتی ضربوی را کادرهای ملی افسران کاردان و با تجربه و پرمسئول راهبری نمودند. از سال 2003 یعنی از روزهای نخستین تشکیل یابی قشونهای زود عمل که بریگاده حملاور دیسانتی ضربوی در هیئت آن نقش کلان میبازد، پیشوای ملت سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جنرال ارتش محترم امام علی رحمان به سطح آماده باشی جنگی، تامینات واسطه های معاصر مادی تکنیکی و به مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن این نیروی پرقدرت ارتش ملی دقت مخصوص روانه نمودند. هدف تأسیس قشونهای زود عمل که آن به زیاد نمودن شماره عمومی ارتش ملی صورت گرفت، این البته جاری نمودن اصولهای نوی آمادگی بر ضد همه گونه ظهورات نامطلوب عصر، مبارزه با تهدید خطرهای جامعه معاصر و در مجموع زود عمل و قابل جنگ و حرب نمودن همه نوهای قواهای مسلح است. باید تذکر داد که در برابر دیگر جزء تامهای بریگاد حملاور دیسانتی یک جزء این بتالیون آمادگی مخصوصی فرود آمدن را با پراشوت‌های ورزشی گذاشتند. دیسانتچیان تاجیک در دوام 25 سالی فعالیت پرثمر در هماهنگی با دیگر واحدهای تعینات مخصوصی ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت بارها در عملیات‌های مختلف جنگی اشتراک فعالانه کرده، وظیفه‌های در نزد آنها گذاشته شده را با سربلندانی اجرا نمودند. یا به قول دیگر مهارت دیسانتچیان را می توان چنین شبیه داد: آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن نه من کندر میان خاک و خون بینی سری، آن که جنگ آرد به خون خیش بازی می کند، روز میدان وان که بگریزد به خون لشکری. و سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، شراب 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 از جای فرخی و روزگر و جای خود باتر.
پر ز مهر و وفای وطن، شعله بارد زی چشمش صفای وطن، در درفشش ظفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاعی وطن. نظام توجه بابای محترم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح، حیات شخصی بریگاده حملوار دیسانتی برای گذشت مارش تنتنوی بخشیده با 25مین سالگرد تاسیسی بریگاده حملوار دیسانتی صف آراستند. معاون اول فرمانده قشونهای زودمرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سردار سرستاد ژنرال مایور نظرعلی زاده. سلام رفیقان. شما را به افتخار روز دسانتچیان و 25 سالگی تأسیس یابی بریگاده هفتم دسانتی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. آزاد. آزاد. ژنرال ها، افسران، پراپورچیک ها و سربازان، همه شما فرزندان دلیر و شجاع وطن محبوبمان را به افتخار روز دسانتچیان و 25 سالگی تأسیس یابی بریگاده هفتم دسانتی صمیمانه تبریک میگویم. دسانتچیان تاجیک همچون یکی از ساختارهای مهم قواهای مسلح تاجیکستان، زاده دوران استقلال کشورمان و سپر با اعتماد دولتداری نوین تاجیکان به حساب می روند. قواهای مسلح تاجیکستان که تاریخ نامه نچندان طولانی ولی پر از صحیفه های شجاعت و دلیری دارند، فعالیت خود را سال 1993 در مرحله نهایت مرکب دولتداری نوین خلق تاجی همچون نهاد اساسی حمایت کننده ساخت انسانی و تأمین کننده تمامیت ارضی مملکت آغاز کردند. ما خوب در یاد داریم که قسم بایدهای حربی ارتش ملی در سالهای اول صاحب استقلالی در کدام وضع و شرایط قرار داشت. دولت و حکومت مملکت با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی
برای تأسیس دادن قواهای مسلح و با شرایط ضروری تأمین کردن آنها تمام چاره‌های امکان پذیر را عملی گردانید تا اینکه ارتش ملی جزء تام‌های حربی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال با نیروی واقعا معاصر و حامی استقلال و آزادی دولت تاجیکان صلح و آرامی، امنیت دولت و جامعه و زندگی آرام و آسوده مردم تاجیک تبدیل داده شوند. نیروهای دسانتی در ابتدا همچون بتالیون علایده تشکیل کرده شدند و برابر فراهم گردیدن امکانیت در زمینه این بتالیون بریگاده هفتمی علایده حمله آوری دسانتی در هیئت پنج بتالیون تأسیس داده شده با تکنیک جنگی و سلاح و تجهیزات زمانوی تامین گردید و به هیئت قشون‌های زود عملی قواهای مسلح تاجیکستان شامل کرده شد. قابل ذکر است که امروز زیاده از 95% افسران بریگاد مذکور را متخصصان سطح بلند کسبی، ختم کرده های مؤسسه تعلیمی، حربی داخل و خارج کشور تشکیل می نمایند. به ذمه بریگاد اجرای وظیفه های مخصوصا مهم جنگی واگذار گردیدند، یعنی دیسانتچان وظیفه های وزنین مخصوصا مهم و مسئولیت دار را به عهده دارند. با در نظر داشت این و برای در شرایط کوهی آماده نمودن دیسانتچان در مواضع های گوناگون کشور مشقگاه ها و مرکز های تعلیمی با تمام شرایط ضروری و انفراساختار معاصر تشکیل کرده شدند که حالا دیسانتچان در آنها ملکه و مهارت خود را در سمت انجام دادن عملیات جنگی در شرایط گوناگون از جمله در منطقه های دشوار و بلانکو سایقل می دهند. امروز ما با افتخار ابراز می داریم که دیسانتچان تاجیکستان رسالت کسبی و قرض فرزندی خود را در نزد دولت و ملت تا به امروز صادقانه و سربلندانه اجرا نموده در حفظ دستاوردهای استقلال دولتی، صلح و آرامی و امنیت شهروندان کشور جسارت و کارنمایی های زیاد نشان دادند. افسران و سربازان دلیر شجاع بریگاد دیسانتی تا 25 سال موجودیت این ساختار نظامی در بسیار عملیات های مخصوص آید و به ضرر گردانی گروه های مسلح غیرقانونی که با دسیسه و دستگیری خواجگان خارجی خود می خواستند وضع کشور و حیات آسایشته مردم را خلالدار سازند، قرض وطنداری خیش را صداقتمندانه اجرا کردند. در جریان معاربه ها با مقابل گروه های مسلح غیرقانونی و حمایه ساخت کیسانی ده ها نفر افسران و سربازان نیروهای دیسانتی جان خود را از دست دادند که خاطره نیک آنها هرگز از یاد ما فراموش نخواهند شد. حکومت مملکت خدمت صادقانه هیئت شخصی بریگاد دیسانتی را همیشه قدردانی می کند و تا به حال زیاده از 40 نفر افسران و سربازان با مکافات های دولتی و رتبه های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. خاطر نشان می نمایم که فضای آرام و آسوده امروزه مملکت با جانساری، جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن از جمله دیسانتچان دلیر و شجاع به دست آمده است و حمایه آن امروز همچون وظیفه مسئولیتناک و باشرف به ذمه شما واگذار گردیده است. خصوصا وضع نارام حربی و سیاسی که امروز منطقه و جهان را فرا گرفته است، اینچنین تا رفع وسعت پیدا کردن مقیاس خطر و تهدیدهای معاصر قبل از همه تروریسم و اکستریمیزم، قاچاق سلاح، مواد مخدر، جنایت های کیبری و دیگر جنایتکاری های متشکل فراملی از هر یک خدمتچی حربی، شاهکارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق
سطح بلندی آماده باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی، احساس گرمی وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و پیداکاری را طلب می نماید. بخصوص دیسانچان باید به اجرای وظیفه خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایند و فراموش نسازند که وظیفه به دوش آنها گذاشته شده رسالت مقدس و مسئولیت مخصوص می باشد. شما افسران و سربازان شجاع وطن باید به خاطر اجرای مسئولیت و وظیفه خود پیش از همه انتظام قطعی نظامی و رعایه بیچون چرای طلبات آینامه های حربی را تامین نمایید و برای حمایه زندگی آسایشته مردم شریف تاجیکستان دائم آماده باشید. بار دیگر همه شما نیسانچان دلیر و شجاع کشور و محافظان وطن عزیزمان را به افتخار 25 سالگرد تأسیس یابی بریگاد هفتم حمله آور دیسانتی و روز دیسانچان صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما در جاده خدمتی با شرفتان برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه صحتمند و سربلند باشید، حامیان صادق وطن. از اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، مادر وطن عزیز و محبوبمان تاجیکستان، شکرانه میکنیم. شکرانه میکنیم. شکرانه میکنیم. شکرانه میکنیم. و صادقانه خدمت میکنیم. خدمت میکنیم. خدمت میکنیم. خدمت میکنیم. هیزم با مارش تنتنوی. موفق روتا ها، روتا یکم روبرو، دیگر رو بروز گرد در مسافه یک صف بند، توجه بروز بو قدم هرش